گروه ارتش که برای بررسی یک محلی که توسط بمب اتم مورد استفاد قرار گرفته میرن، ولی نمیدونن که چه وحشی هایی در انتظارشونه. گلاسیا سلام، این پست در ادامه ویدیو قبلی، لینکش رو میتونید از اینجا ببینید. این فیلم نسخه دوم فیلم تپاچه اشتغلن یا هیلز هاف آیز که جز خوب های هالیوود توی سبک اسلشر و گور، توی این نسخهش هم خیلی صحنه‌های وحشیانش بیشتر میشه و میگم محتوای زیادی نداره که بخوام بررسی بکنمش، فقط سرگرم کننده است. بریم هم ببینیمش. حواسمون به سوال کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم زنی میبینیم که دست و پاش با زنجیر بستن و داره فریاد میکشه، مشخص داره زایمان میکنه و یه رفع بچه با قیافه ترسناک و شبیه به جهش یافته ازش بیرون میاد. مردی هم میاد طرف زن و میگه حالا وقتشه که بمیری. بعدم با یه ضربه کلنگ مغزش رو میپاچونه. حالا رو صفحه مینویسه این فیلم 2 سال بعد نسخه قبلی و به خاطر گم شدن آدمهای متعدد ارتش گروهی رو میفرسته که بفهمن قضیه چیه. یکی از اعضای گروه سیستمی رو راه میندازه که همه آدم‌های زنده رو نشون بده، اما موقع راه اندازیش یه جهش یافته بهش حمله میکنه و میکشش. پزشکی هم همراه این گروه اومده و یه جهش یافته میدوه سمتش و به جای حمله بهش علامت میده که مراقب باش. یه لحظه از پشت سرش یه جهش یافته بهش حمله میکنه و با کلنگ پرتش میکنه به طرفی و کلا ماموریت شکست میخوره. حالا میریم به مدتی بعد که ارتش قرار گروه دیگه‌ای رو بفرسته که بفهمن چه بلایی سر این آدمایی که دیدیم اومده. گروهی متشکل از چند تا سرباز که متأسفانه کلا اعصابشون ضعیف و زیادم وارد نیستن. گروهی متشکل از سرجوخه، ناپلئون، امبر، میکی، دلمار، کرنک، میسی، اسپیتر و استامپ. زیاد سعی نکنید اسمشون رو حفظ کنید چون خیلیاشون میمیرن. با ماشینشون به محل اقامت گروه قبلی میرسن اما هیچ خبری ازشون نیست. از رادیوشون صداهای عجیبی میاد و میفهمن که یه نفرم از روی صخره ها داره با آینه بهشون علامت میده. خلاص که تصمیم میگیرن دنبال افراد بگردن و دو تا تازه کار گروه یعنی ناپلئون و امبر همینجا بمونن. ناپلئون به خاطر وایسادن تو روی سرجوخه داره تنبیه میشه و امبر هم باید سعی کنه با تلفن به فرمانده اصلی خبر بده که چه اتفاقی افتاده. بقیه‌شون تو صخره ها شروع میکنن به گشتن و یه رفه میکی پاش رو قسمت خالی شده این میذاره و ساق پاش آسیب میبینه. ناپلئون رو میبینیم که تو اقامتگاهه و میره دستشویی. همین که میشینه یه رفه دستی از توالت بیرون میاد و اونم با فریاد میپره بیرون. امبر هم میاد طرفش، دو تای درو باز میکنن. میبینن مردی تا کمر تو دستشوییه و به زور درش میارن. این مرد یکی از سربازهای گروه قبلیه و کلی زخم چاقو و تبر هم رو تنشه و حالا هم از شانس انیش واقعا انیه، بدنش پر کثافته. با نفسهای آخرش به این دو نفر میگه اونا اینجان و همین لحظه به خاطر عفونت میمیره. همین لحظه ماشینی که باهاش به اینجا اومدن هم انگاری که آتیش میزنه، حواسشون پرتش میشه و وقتی برمیگردن اسلحه هاشون هم دزدیده شده. خلاصه که دوتایی گند زدن به همه چی. امبر میدوه سمت بقیه که خبر بده و ناپلئون هم میخواد با تلفن به فرماندهی اطلاع بده که یه دفعه میبینه تو فاصله دور یه جهش یافته به امبر حمله میکنه و میخواد بدزدتش. میدوه سمتشون و مردم میخواد ضربه‌ای به سر امبر بزنه، اما یه دفعه میکی هم سر میرسه به خاطر ساق پاش که در رفته داره برمیگرده اقامتگاه. تیری به جهش یافته میزنه و اونم به خاطر بدن کوچیکش خودش رو میندازه تو سوراخی که کنار زمینه. بعدم پای میکیو از همون تو میگیره و با خودش میکشه داخل. البته که بدن این مرد گنده تره و موقع کشیده شدن تمام استخونهای بدنش خورد میشن و قطعا میمیره. بقیه رو میبینین که برای عملیات نجات هم جدا میشن. اسپیتر و کرنک با همانوی جهش یافته بهشون حمله میکنه و با کلنگ به کمر یکیشون میکوبه. سرجوخه صداشون میشنوه و میاد، اما اسپیتر احمق اشتباهی از ترس بهش شلیک میکنه. اونم جلوی چشمای بقیه میمیره و بقیه سربازا هم میان پیششون. حالا جنازه‌شو برمی‌دارن، میخوان برگردن ولی قسمتی از صخره ریخته و برای برگشت باید با تناب بیان پایین. اسپیتر که خودش به سرجوخه شلیک کرد اونو بغل میکنه و با تناب میان پایین، یعنی یه دفعه تناب بل میشه و میافتند رو زمین. بقیه نگاه میکنن و جنازه اسپیتر و سرجوخه هر دو تیکه تیکه شدن. میفهمن تناب وسط پاره شده و انگار یکی بریدتش و تمام لوازمشون هم از پشتشون دزدیده شده. به ناچار راه دیگه پیدا میکنن، دارن از صخره میرن پایین که به یه ارتشی برخورد میکنن. فرمانده عملیات قبلی که با کلنگ پرچیده بود پایین، حالا ترکیده و گچش میشه و دست داده ولی هنوز زنده است. بقیه هم نگرانن و فرمانده بهشون میگه همتون اینجا میمیرید به جز زنا، چون میخوان اونا رو بدزدن تا بتونن تولید مثل کنن. بعدم اسلحه‌اش رو سر خودش میگیره و جلوی چشمای همه مغز خودش رو میپاشونه. حالا اینکه چرا این همه وقت صبر کرده الان خودش رو بکشه رو نمیدونم. با فهمیدن علاقه روانی ها به زنها نقشه میریزن و امبر و میسی به عنوان تومه یه جا میشینن. یکی از جهش یافته ها پیداش میشه و سربازا با شلیک میکشنش.
حالا میسی احمق دستشویش میگیره و میره پشت سنگا، میخواد کارش کنه و متوجه نمیشه که صخره کناریش در واقع یه آدمه با پوستی ترکیده و شبیه سنگ. مرد به میسی حمله میکنه و با فریادش سربازا هم میافتن دنبالشون. در آخر میفهمن جهش یافته میسی و برده تو معدن. اینا میرن داخل، اما استامپ میگه خیلی از تاریکی میترسن، برای همینم ولش میکنه و میره بیرون. میخواد از صخره بره پایین که جهش یافته دیگه ای پیداش میشه. با وحشیگری دست مردو قطع میکنه و در حالی که همون دستو برای خدافظی تکون میده، استامپ میفته پایین و مغزش میترکه. چهار تا سرباز باقی مونده همچنان دنبال میسیان. امبر و ناپلئون کنار همن. یه رفق قسمت خالی شده ای زمین پرت میشن جای دیگه از معدن. دلما رو کردن که همون جای قبلی راهو ادامه میدن و میرسن به قسمت دیگه که کنده شده و میرن داخلش. جایی که میبینیم میسی با همون جهش یافته که پوست شبیه سنگ هم نزدیکشن. جهش یافته میسی رو یه گوشه میندازه و هی اونو مامان صدا میکنه. اونم یه رفق تو صورت مرد توف میکنه. روانی وحشی تر میشه و بعد زدنش میخواد زبون فوق العاده درازش بکنه تو دهن میسی. اونم کم نمیاره و زبونش رو با دندون میکنه. حالا میخواد در بره که مرد دیگه سر میرسه و پرتش میکنه به طرفی. برم میره پیشش و به شکل وحشیانه تعرضش رو شروع میکنه. ناپلئون و امبرم چند لحظه بعد به همینجا میرسن و مردی که زبونش کنده شده رو میبینن. متو همه جا تاریکه و ناپلئون همینطوری شلیک میکنه که یه گلولش به مرد بخوره. اونم عصبی تر میشه و ناپلئون رو پرت میکنه به طرفی و میاد تا امبرم بدزده. اما این دختر قوی و با انگشتاش چشمای مردو در میاره. ناپلئونم با یه تیکه سنگ میکوبه تو سرش و بالاخره میکشنش. حالا جهش یافته دیگه سر میرسه، اما چشمای ضعیف و چیزی نمیبینه، فقط متوجه دوستش که مرده میشه و عصبیه. امبر و ناپلئون به ناچار عقبی میرن و از یه سوراخ پرت میشن به غاری که شبیه یه اتاقه. یه جهش یافته دیگه هم اونجاست، همونی که اول فیلم دیدیم مهربون بود و میخواست اون پزشکم نجات بده. دستشو میاره بالا و میفهمونه که کاری بهشون نداره. دلما رو کرنگ و میبینیم که اونا هم میرسن همینجا. جهش یافته با چشمای ضعیف متوجهشون میشه و با اسلحه‌ای که برداشت شلیک میکنه. اونا هم همین کارو میکنن و موفق میشن بکشنش، ولی گلوله‌ای هم به شکم دلمار خورده و میفته زمین. میگه هیچیش نیست و با دیدن امبر و ناپلئون میرن کنارشون. اونا هم توضیح میدن که این جهش یافته کناری بیگناهه. میفته جلوشون و میگه دنبالش برن تا راه خروج رو نشون بده. اراهای وحشتناکی رد میشن که پر از لوازم آدمهای کشته شده است. تیکه‌های بدنشون، سرهای برده شده و یه قسمت هم بدن تیکه کشیده دوست خودشون میکیو میبینن، کسی که به زور کشیده شد توی معدن. همه شوکه‌ن و اتفاق بدتر اینه که معلوم میشه دلمار چند تا گلوله دیگه هم خورده و برای نگران نشدن بقیه چیزی نگفته. با خاطر خونریزی یهو میفته و همونجا میمیره. ستای باقی مونده عصبیان. امبر و ناپلئون میگن بعد برگردن دنبال دوستشون میسی تا اونم نجات بدن، ولی کرنگ مخالفه. در هم میمونه کنار این جهش یافته مهرمون که راه خروج پیدا کنن. متوجه یه جعبه میشه که پر از دینامیت و کلی لوازم منفجره. برش میداره و متوجه تنابی که بهش وصله نمیشه. وقتی تناب کش میاد یه دفعه تله‌ای فعال میشه و همه چیز منفجر میشه، از جمله کرنگ و اون جهش یافته. ناپلئون و امبر سری برمیگردن و متوجه میشن که این دو نفر مردن، اما خب به خاطر انفجار یه راهرو جدید باز شده که میرن داخلش. اون طرفش هم جای شبیه به یه پناهگاه ارتشی، چند تا مانکن هم به جای آدمهای واقعی پشت میزن، اما یکیشون که جهش یافته است و استتار کرده و یه دفعه بهشون حمله میکنه و امبر و ناپلئون میکشنش. اون طرف اتاقم یه در و درش میرسه به جایی که یه جهش یافته میسی رو توش بسته. میسی موبایلش رو در میاره و نشون دادن فیلمی از بچه خودش به جهش یافته باعث میشه مرد یه دفعه بزنه زیر گریه و زول بزنه به گوشی و زندگی عادی که این بچه داره. میسی هم سعی میکنه یواشکی بیاد بیرون و میرسه به دوتا سرباز دوستش. یه دفعه جهش یافته حمله میکنه و میسی رو میگیره زیر کتک. یه لحظه امبر یادش میاد که اون اول عملیات یه گلوله توی جیبش قایم کرد که اگه شرایط جور بدی پیش رفت خودش رو بکشه. سر گلوله رو میذاره توی تفنگش و به سر جهش یافته شلیک میکنه. مغز طرف یکمش در میاد، اما باز زنده است و شروع میکنه به زدن امبر. ناپلئون هم سعی میرسه و چوبی میکنه تو شکم جهش یافته. امبر هم دستش رو میکنه تو مغز باز شده طرف و با دستاش مقداری از مغزش رو خالی میکنه که در آخر میمیره و میفته زمین. ستای شروع میکنه به لگد زدن بهش که مطمئنش هم مرده، اما یهو به هوش میاد و پای میسیو میگیره. اونم چکشی برمیداره و چند تا ضربه محکم میزنه به دم و دستگاش. ناپلئون هم نیزه تفنگش رو میکنه تو دهن یارو و بالاخره میکشنش. حالا ستای از معدن میرن بیرون و بالاخره نجات پیدا میکنن. سکانس آخر جهش یافته رو میبینیم که پای لپتاپه و از طریق دستگاههایی که ارتش نصب کرده این ستا سرباز رو میبینه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اصلا این فیلمه میگم بد میره تو مخ، خیلی صحنه وحشیانه داره. یکی از صحنه‌هاش همون جاییه که میسیو گیر میندازنش توی خونه و اون یارو جهش یافته بهش میگه ماما. توی نسخه قبلی فیلم هم وحشیانه ترین سکانسی که داشتش همون صحنه حمله به اون تریلره هست که اون دختر برنده بدبختو بهش میخوان تعرض بکنن و کلا سکانسش توی هالیوود و فیلم‌های ترسناک یکی از بدترین ها محسوب میشه.
و بازم مثل نسخه قبلی که گفتم میگم تحلیل خاصی نداره فیلم و ترجیح میدم که این تایم حالا چند دقیقه که با هم هستیم و یه نکته باحال با هم یاد بگیریم. تا حالا فکر کردید که چرا این سبک فیلم ها از فیلم هایی که برای روح و جنی و ایناس ترسناک تره؟ به خاطر اینه که توی اینا یه عنصری استفاده میشه به اسم آنکنی ولی. این عنصر وقتی هستش که شما یک چیزی که عادیه همیشه تو زندگی دیدی و به یه شکلی که حس میکنی فرق داره میبینی، یعنی اولی سخت برات درکش کنی ولی یه چیز خیلی عادیه تفاوت بزرگی توش داره. چهره این افرادی که توی حالا این فیلم، توی فیلم رانگ ترن، توی اینجور فیلم ها هستن مثل جهش یافتهان، از همین عنصر آنکنی ولی توشون استفاده میشه و شما یه چهره آدم عادی میبینی، میدونی آدمن ها، ولی صورتشون جوریه که عادی نیست. مثل همین آدمی که دیدیم، همون جهش یافته ای که خوبم بود، چشماش دیدی چجوری بود، یکی اینجا بود یکی اینجا. این از اثر آنکنی ولی توش استفاده شد و برای همینه که یه حس خیلی استرابی به آدم میده و از درون آدم هی دنبال این میگرده که چرا باید یه نفر اینطوری بشه. خیلی ترسناکه. نمونه دیگه‌اش رو میتونید توی هوش مصنوعی هایی ببینید که الان دارن مثل ربات ساخته میشن. وقتی نگاهشون بکنید قطعاً شما هم یه خورده میگید یه جوری میشد، حالا بد میشه، میترسم میبینمش. وقتی حرکتشون رو میبینید، مثلا پرک زدنشون، مدل حرکت لب و صورتشون، اینا رو که میبینید واقعاً آدم میترسه. همش هم خاطر همون اثر آنکنی ولیه، چون قرار شبیه یه آدم واقعی بشن. شما آدم واقعی صبح تا شب از اول زندگیت چندین میلیون نفر دیدی و وقتی که اینو میبینی میگی که همین یه دونه فرق داره، حالت صورتش فرق داره، یه ترس خیلی عجیبی بهت میده و کلا ناخودآگاهت میگه که این یه چیزیش درست نیست. نمونه ترس های دیگه شو که بیش از حد هم وجود دارن میتونی توی دارک وب ببینی. کلا گفتم بد نیست که این عنصر رو یاد بگیریم، بدونیم که توی بعضی از فیلم ها چرا یه سری چیزها خیلی بیش از حد ترسناکن. میگم فقط برای ترس بیش از حد میان یه عنصر خیلی عادیه که آدم ها صبح تا شب دیدن رو میگیرن و یه چیز خیلی کوچیکو توش تغییر میدن. مثلا شما فکر کن یه آدمی هست و همه چیش عادیه، فقط پلکاش به جای اینکه اینطوری باشه، یعنی پلک این بزرگتر بالا بیاد پایین و پایینه بره بالا، همین خیلی چیز عادیه، ولی همین چیزی وقتی ببینید کلا از درون یه استراب و ترس خیلی شدیدی میگیرید. گفتن خوبه بدونید به خاطر اینکه تو این کانال ما فیلم های ترسناک زیاد میذاریم و حالا بد نیست که وقتو بدونید از چه عنصر ترسی روش استفاده شده که انقدر وحشتناکه. همینو میتونید توی خیلی از فیلم های ترسی که توی کانال گذاشتم و واقعا بهتون استفاده داده حس بکنید، قشنگ واقعا میبینیدش که همشون از این استفاده کردن و خیلی چیز جالبیه دیگه. همین گفتم که حالا چیزی هم کنار هم یاد بگیریم وقتی نمیخوام فیلمو تحلیل کنیم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره، توی کانال زاپاتیون بشید. روزتونم گلسی.